من همونقدر درباره این حکم میدونم که بقیه میدونن. امروز صبح به وکیل نازنین زنگ زدن و گفتن که تقاضای تجدید نظرش رد شده و شعبه 54 دادگاه حکم 1 سال زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور رو تایید کرد. هنوز به زندان احضار نشده. نازنین با سفیر بریتانیا صحبت و درخواست کرده با نخست وزیر صحبت کنه و فکر میکنم لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا با نازنین تماس خواهد گرفت. اما در مورد اینکه کی نازنین رو به زندان منتقل میکنن هنوز روزی رو مشخص نکردم. من فکر میکنم که این فقط اهرم فشاریه به دولت بریتانیا. بریتانیا 2 هفته دیگه برای نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل میزبان دولت‌های ایران، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه است. در نتیجه شاید این فرصتی باشه که در این مورد بتونن صحبت کنن و حل و فصلش کنن. پیامی که من به دولت بریتانیا دادم این بود که اگه سریع عمل نکنین و سعی نکنید این مسئله رو حل کنید، واضحه که دوباره برش می‌گردونن به زندان. این تهدیدیه که ما خیلی جدی می‌گیریمش. ما داریم در ترس و وحشت زندگی میکنیم. برداشت من از این حکم اینه که حکم بازداشت نازنین پایانی نداره. همون جوری که در پایان اولین دوران محکومیتش یه پرونده جدید براش باز کردن. اگه به چیزی که میخوان نرسن دوباره میندازنش زندان. الان 1 سال زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور رو در پایان این محکومیت اگه مشکل حل نشده باشه دوباره همین کارو تکرار میکنه. جمهوری اسلامی از اول خودسرانه عمل کرد و به این کارش ادامه خواهد داد. چیزی که واضح و روشنه اینه که مقامای جمهوری اسلامی نمیخوان نازنین رو به زندان بندازن. اونا میخوان بدهیشون رو پس بگیرن و اگه با دولت بریتانیا به توافق برسن دیگه لازم نیست نازنین به زندان بره. واضحه که این اقدام فقط برای فشار به دولت بریتانیا انجام شده.